کاروان ماشین‌ها به سوی اقادیس در مرکز نیجر می‌رود. منطقه‌ای شناخته شده برای پناهجویانی که از طریق لیبی راهی اروپا می‌شوند. اما این مسافران حالا از جهنم لیبی به سوی خانه خود در نیجر برمی‌گردند. آنچه پیش آمد را نمیتوان توصیف کرد. نمیشود درباره اتفاقاتی که آنجا میافتد حرف زد. با سرکوب قاچاقچیان در نیجر شمار پناهجویانی که از مرز این کشور به سوی لیبی میروند کاهش یافته، اما این ضربه کاری به اقتصاد این منطقه فقیرنشین وارد کرده و طرح حمایتی سازمان ملل برای بسیاری مفید نبوده است. این مرد میگوید چاره دیگری ندارد جز آنکه با وجود خطر دستگیر شدن دوباره به گذراندن مهاجران از مرز رو بیاورد. مردان مسلح همه جا در کمینند. باید از بیراهه برویم تا از راهزنان دور بمانیم. این مسیر طولانی و خطرناک است، اما خطرناکتر از آن گرسنه ماندن خانواده ایمان است. به یکی از مخفیگاه‌های پناهجویان در نزدیکی اوادیز می رویم. آنها اینجا منتظر قاچاقچیان می مانند تا از مرز عبورشان دهند. این جوانان مصممند که از مرز عبور کنند. آنها می گویند اگر اوضاع کشورشان بهتر نشود، از گریز منصرف نخواهند شد. هزاران جوان در حال رفتن از آفریقا هستند، چون چیزی در کشورشان نمانده که آنها را نگه دارد. برای همه چیز آماده‌اند و حاضرند جانشان را هم به خطر بیاندازند. با حضور هزاران مهاجری که می‌خواهند به خانه‌شان برگردند یا از راه قانونی به اروپا بروند، اقادیس شلوغ‌تر شده است. چون نمی‌توانیم به خانه برگردیم، دنبال جایی می‌گردیم که برایمان مناسب باشد، جایی که امنیت و شانس بهتری برای زندگی داشته باشیم. گزارش کامل این برنامه کندوکاو را در وبسایت یورونیوز مشاهده کنید.